زنگ خطر در اروپا بارسا دوباره حذف می شود. رئال مادرید 2-1 تیم کارلیتو در اروپا توقف نپذیر هست. خشم بارسا شکایت رسمی از داور بازی با انتر. بند فسخ ویژه رئال در قرارداد هالند. آغاز عملیات جدی ضد بارسلونا با ما بمان لینل مسی. بدشانسی عجیب بارسلونا، چرا برای آنها پنالتی نگرفتند؟ سیتی 5 کوپنهاگن 0، بیرحم مثل تیم پپ. منچستر سیتی در سومین دیدارش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان در خانه با نتیجه 5-0 کوپنهاگن را شکست داد. شاگردان پپ گواردیولا که در دیدار ابتدایی هفته در لیگ برتر با نتیجه 6-3 منچستر یونایتد را از پیش رو برداشته بودند، امشب به حریف دانمارکیشان هم رحم نکردند و با 5 گل به برتری دست یافتند. و ما در سوی دیگر چلسی نماینده دیگر انگلیس موفق شد میلون را با نتیجه 3-0 از پیش رو بردارد. چلسی در سومین بازی خود در لیگ قهرمانان اروپا موفق شد میلون را در خانه با نتیجه 3-0 شکست بدهد. گراهام پاتر بعد از منصوب شدن به عنوان سرمربی جدید چلسی اولین دیدارش در لیگ قهرمانان را با تساوی 1-1 مقابل سالزبورگ به پایان برده بود و در هفته سوم مرحله گروهی امیدوار بود در بازی خانگی مقابل میلان بتواند اولین بردش را در این رقابت ها تجربه کند. بنفیکا 1-1 درخشش مسی کافی نبود. پاریس سن ژرمن امشب در سومین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان به مساف بنفیکا رفت و با نتیجه 1-1 متوقف شد. پاریس سن ژرمن که دو بازی اول خود در مرحله گروهی چمپیونز لیگ را با پیروزی پشت سر گذاشته بود، امشب برای انجام سومین دیدار با پرتغال رفت تا با بنفیکا دیدار کند. تیمی که مثل پی اس جی دو بازی قبلی اش را با پیروزی پشت سر گذاشته بود. نتیجه این بازی می توانست نقش مهمی در تعیین صدرنشین نهایی گروه بازی کند. رئال مادرید 2-1 تیم کارلیتو در اروپا توقف نپذیر هست. رئال مادرید در دیدار خانگی موفق شد با نتیجه 2-1 شاختار دونست را شکست بدهند. رئالی ها که در دو دیدار قبلیشان در رقابت های چمپیونز لیگ سلتیک فر لایپزیگ را شکست داده بودند، امشب هم مقابل شاختار به پیروزی رسیدند تا در هر سه دیدار دور رفت مرحله گروهی به پیروزی برسند. در این بازی دو جوان رئال مادرید رودریگو و وینیسیوس گلزنی کردند. بدشانسی عجیب بارسلونا، چرا برای آنها پنالتی نگرفتند؟ عدم پوشش مناسب باعث شده پنالتی دقایق پایانی بارسلونا گرفتن نشود. بارسلونا شب گذشته و در ورزشگاه سنسیرو دومین شکست متوالی خود در لیگ قهرمانان را پذیرا شده و با 1-1 مقابل اینتر مغلوب شد. اما این دیدار صحنه‌های جنجالی فراوانی داشته و بازیکنان و کادر فنی بارسلونا معتقد بودند در دقایق پایانی خطای هند دونزل دومفریز گرفتن نشده و این تیم ضرر کرده است. جالب اینجاست داور نیز برای بازبینی صحنه به کنار زمین نرفت و این داوران اتاق VAR بود که مدعی شدن این صحنه پنالتی نبوده است. شبکه اسپورت میدیا سایت مدعی شد در حقیقت در لحظه هند دونزل دومفریز صحنه مورد نظر در قاب دوربین های VAR به صورت واضح دیدن نشده و در واقع عدم پوشش مناسب باعث شده است آنها دچار تردید شوند و در نهایت بازی از سر گرفته شود. اما پس از پایان این دیدار بود که ویدیوی جدید در تلویزیون اسپانیا پخش شد و این صحنه زاویه متفاوت را نشان میداد. آنجا به نظر میرسد توپ به وضوح به دست مدافع اینتر برخورد میکند، اما هنوز در مورد اینکه یا توپ ابتدا با ضربه سر بازیکن دیگر منحرف شده است یا نه اختلاف نظر وجود دارد. تبات شکست مقابل دورتموند، دوبتگی از سویا اخراج شد. سویا امشب در خانه دورتموند با نتیجه 4-1 شکست خورد و مدیران این باشگاه بلافاصله با انتشار بیانیه جولیان لوپتگی را اخراج کردند.
سویا به وحدت خلیل لوپتگین فصل نتایج ضعیف در لالیگا گرفت و در حال حاضر در رتبه 17 جدول قرار دارد. آنها در دو دیدار ابتدایشان در لیگ قهرمانان هم یک تساوی و یک شکست داشتند و به همین دلیل شکست سنگین امشب برابر دورتموند به آخرین دیدار لوپتگی روی نیمکت این تیم تبدیل شد. در این دیدار رافائل گریرو در دقیقه 6، جود بلینگام در دقیقه 41، کریم آدمی در دقیقه 43 و لیون برنو در دقیقه 75 برای زردها گلزنی کردند و تا گل یوسف نصیری در دقیقه 53 هم نتوانست سنگینی شکست سویا کم کند و مانع اخراج لوپتگی شود. خشم بارسا، شکایت رسمی از داور بازی با اینتر. مدیران بارسلونا قصد دارن به صورت رسمی از داور بازی برابر اینتر با یوفا شکایت کنند. بارسلونا شب گذشته در چارچوب رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به مساف اینتر رفت و به نتیجه 1-3 برابر این تیم شکست خورد. این بازی پر از صحنه‌های حساس و جنجالی بود و همین باعث شد که تنش بسیار بین بازیکنان و همچنین اعضای کادر فنی دو تیم با داور بازی به وجود بیاید. ژاوی از افرادی بود که انتقاد زیادی به نحوه عملکرد داور این بازی داشت و یک کارت زرد را نیز به دلیل انتقاد شدید و فریادهایی که بر سر او کشید دریافت کرد. مدیران و کادر فنی بارسا معتقدند که سلاوکو وینچیچ کمک‌داور ویدیویی روی مردود اعلام کردن گل پدری و همچنین خطای پنالتی واضح دنزل دمفریز اشتباه کردند و این موضوع باعث تغییر در نتیجه بازی شده است. حالا روزنامه اسپانیایی وی اسپورت خبر داده است که مدیران این باشگاه قصد دارند به صورت رسمی شکایت از این داور به یوفا ارائه کنند و اعتراضشان را به شکل قانونی دنبال کنند. آنها تصاویری را تهیه کردند تا بتوانند به استناد به آنها نسبت به این موضوع و اشتباهاتی که از نظر آنها از سوی تیم داوری رخ داده است اعتراض کنند و امیدوار هستند که پاسخ مثبتی از این اقدام دریافت کنند. آغاز عملیات جدی ضد بارسلونا، با ما بمان لیونل مسی. پاریس سن ژرمن قصد دارد به هر ترتیب زمینه تمدید قرارداد لیونل مسی را فراهم کند. انتقال لیونل مسی به پاریس سن ژرمن در سال 2021 دنیای فوتبال را شگفت زده کرد، زمانی که به نظر می رسید قراردادش را با بارسلونا تمدید می کند توافق نهایی حاصل نشد و در نهایت این ستاره آرژانتینی راهی پاریس سن ژرمن شد. اما آخرین ماهای قرارداد دو ساله لیونل مسی با پاریس سن ژرمن در راه است و با نزدیک شدن به آغاز جام جهانی شایعات در مورد بازگشت احتمالی او با بارسلونا بار دیگر مطرح شده است. اما پاریس سن ژرمن که متوجه این موضوع شده قصد دارد پیشنهاد بسیار خوب به این ستاره آرژانتینی ارائه کرده و از بازگشت لیونل مسی با بارسلونا جلوگیری کند. پیشنهاد پاریس سن ژرمن ساده است: تمدید دو ساله با شرایط مالی مشابه فعلی و دستمزد هنگفته حدود 30 میلیون یورویی خالص در هر فصل. متوجه به آخر تابستان امسال بارسلونا تقریبا میتوان گفت محال است آنها بتواند چنین دستمزد به مسی پرداخت کنند و شرایط مالی در پاریس قطعا برای این بازیکن بهتر خواهد بود. لوئیس کامپوس مدیر ورزشی جدید پاریس سن ژرمن چند بار تاکید کرده که قصد دارد برکند مسی در این باشگاه بماند. زنگ خطر در اروپا، بارسا دوباره حذف می شود. شکست برابر اینتر باعث شده است که نگرانی های بسیار درباره شانس بارسلونا برای صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان مطرح شود. بارسا شب گذشته در لیگ قهرمانان در حال شکست خورد که در بازی قبلی اش در این رقابت ها برابر بایرن مونیخ نیز شکست خورده بود و بدین ترتیب کار آنها برای صعود از این مرحله دشوار شده است. هرچند باید به این نکته اشاره کرد که هنوز برای تعیین تیم های صعود کننده به مرحله بعدی این رقابت تا زود است، اما ژاوی و شاگردانش به خوبی از این موضوع مطلع هستند که دیگر جایی هیچ اشتباهی باقی نمانده است. آنها نمایش بسیار خوبی در لالیگا ارائه کردند و با تساوی این هفته رئال مادرید توانستند به صدر جدول راه پیدا کنند، اما تمامی این درخشش در زمان حضور در اروپا از بین می رود. برای مثال مارک آندره تر اشتگن در لالیگا موفق به ثبت 6 کلینشیت از 7 بازی شده است، اما این تیم در لیگ قهرمانان حتی یک کلینشیت ندارد و در 3 بازی 4 گل دریافت کرده است. یکی دیگر از نکات مهم بازی بارسا این است که آنها موقعیت‌های بسیاری برای گلزنی ایجاد می کنند و این اتفاق در بازی شب گذشته هم رخ داد، اما در نهایت اتفاقات مونیخ تکرار شد و آنها نتوانستند از این فرصت ها برای باز کردن دروازه حریف استفاده کنند. آنها حالا باید از فرصتهایی که دارن استفاده کنند و در بازی برگشت برابر اینتر در نوکمپ که هفته آینده برگزار خواهد شد چاره جز پیروزی ندارند. بند فسخ ویژه رئال در قرارداد هالند.
منچستر سیتی دائم مطرح شده در یک تلویزیون اسپانیوی درباره بند فسخ ویژه قرارداد ارلینگ هالند با هدف انتقال او به رئال مادرید را تکذیب کرد. در روزهای گذشته فرناندو سانز بازیکن سابق رئال مادرید با حضور در برنامه تلویزیونی ال چرینگتو در اسپانیا ادعای درباره ارلینگ هالند مطرح کرد که باشگاه منچستر سیتی را خشمگین کرده است. سانز در این برنامه مدعی شد در قراردادی که ارلینگ هالند با سیتی امضا کرده بند فسخ ویژه گنجانیده شده تا او بتواند در سال 2024 بدون مشکل سیتی را ترک کرده و راهی رئال مادرید شود. در قرارداد ارلینگ هالند با سیتی چند بند فسخ وجود دارد. در صورت جدایی این ستاره نروژی در سال 2024 بند فسخ حدود 100 میلیون یورو و در صورت جدایی او در سال 2025 بند فسخ قرارداد 675 میلیون یورو خواهد بود. اما ساز مدعی است در قرارداد او بند فسخ ویژه‌ای برای انتقال او به رئال مادرید وجود دارد که مبلغش به مراتب کمتر از این هاست. شبکه اسکای اسپورتس امروز اعلام کرد باشگاه منچستر سیتی گزارش الچرینگ تو را تکذیب کرده و با اسکای گفته بند فسخ ویژه در قرارداد هالند وجود ندارد.